سرخط خبرها. وعده وزیر کشور بریتانیا برای مقابله با موج تازه پناهجویان، همکاری با فرانسه به عنوان راهی برای جلوگیری از عبور مهاجران اکثرا ایرانی از کانال مانش. هشدار مرکز ایدز ایران درباره تغییر روش انتقال ویروس ایدز در دو سال اخیر. تعداد زنانی که از راه آمیزش جنسی مبتلا شدند 10 برابر شده است. طالبان میگویند برای گفتگو با نمایندگان آمریکا در جده عربستان آمادند، اما با مقام‌های کابل حرف نمی‌زنند. و سیبری در شرق روسیه، جایی که مادر بزرگ‌ها به عشق پولدار شدن بیت کوین استخراج می‌کنند. سلام و عصر بخیر. پلیس بریتانیا میگوید با همکاری پلیس فرانسه فعالیت‌هایش را برای جلوگیری از هجوم پناهجویان از طریق آب‌های خطرناک کانال مانش افزایش داده است. در هفته‌های اخیر بیش از 200 پناهجو که اکثرشان ایرانی هستند با قایق‌های بادی کوچک خودشان را به سواحل بریتانیا رساندند. وزیر کشور ساجد جاوید هم تعطیلات سال نوش را لغو کرده و برای مدیریت آنچه بحران می‌خواند به سر کار برگشته. از چارلی الفیک نماینده شهر دوور در پارلمان بریتانیا پرسیدیم دولت چگونه می‌تواند با افزایش شمار مهاجرانی که از فرانسه به بریتانیا می‌آیند مقابله کند. حدود 200 مهاجر موفق شدن با وجود خطرات زیاد خودشون رو به بریتانیا برسونن. این نگرانی هست که یه اتفاقی در دریا رخ بده. من از اینکه وزیر کشور این وضعیت رو یک بحران اعلام کرده و مسئولیت کامل رسیدگی بهش رو به عهده گرفته استقبال میکنم. واضحه که بریتانیا و فرانسه باید همکاریشون رو بیشتر کنن تا جلوی عبور این قایق‌ها از دریا رو بگیرن. روزهای اردوگاه جنگر در کاله به ما اینو یاد داده که هرچی بیشتر به مقام‌های فرانسوی فشار بیاریم، احتمال اینکه اونا این مسئله رو در اولویت قرار بدن و بهش رسیدگی کنن بیشتر میشه. خیلی مهمه که مقام‌های فرانسه و بریتانیا با هم کار کنن تا قاچاقچی‌های انسان که در فرانسه فعالن دستگیر بشن و خونه‌های امنی که مهاجرا رو نگه می‌دارن پیدا بشه و از سفر مهاجرا با قایق به سمت بریتانیا جلوگیری بشه. این از زاویه انسان دوستانه هم مسئله مهمیه، چون اگر الان جلوشو نگیریم دیر یا زود یک تراژدی در کانال مانش اتفاق میفته. اگر این افراد پناهنده هستند، باید در فرانسه به عنوان اولین کشوری که بهش پا گذاشتن درخواست پناهندگی بدن. ما هم باید به فرانسوی ها کمک کنیم و اطلاعات و منابع لازم رو در اختیارشون بذاریم. به نظر من باید در کانال مانش عملیات مشترک انجام بدیم، نه مثل الان که قاچاقچی‌ها مهاجرا رو توی قایق بادی میندازن و بعد با مقام‌های بریتانیایی تماس میگیرن که نجاتشون بدن. باید به شکل مؤثر جلوشون گرفته بشه و راهش اینه که نذارن مهاجرا از خاک فرانسه خارج بشن. چارلی الفیک بود، نماینده شهر دوور در جنوب انگلستان. دانشجویان دانشگاه آزاد در شمال تهران در اعتراض به آنچه سهل انگاری مسئولان خواندند برای روز دوم تجمع کردند. تصاویری از حضور دادستان کل کشور در میان دانشجویان معترض منتشر شده. گروهی از دانشجویان میگویند خودروی رئیس واحد علوم تحقیقات با تعدادی از دانشجویان برخورد کرده، اما مسئولان دانشگاه این موضوع را رد کردند. دانشجویان حاضر در تجمع میگویند سهل انگاری مسئولان باعث بروز سانحه رانندگی هفته پیش شده، حادثه ای که در آن 10 نفر کشته شدند و بیش از 25 نفر زخمی، بیشتر آنها دانشجویان. همکارم فرین آسمی این خبر رو دنبال کرده، الان اینجا با ما در استودیوست. فرین، از جزئیات این برخورد با اتومبیل دانشجویان و تجمع امروز چه خبر داریم؟ امروز دومین روز تجمع دانشجویان بود در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد. خبرگزاری برنا ویدیویی منتشر کرد مبنی بر اینکه
یک خودرویی رو نشون میداد که گفته شده خودروی آقای تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد و گفته بود که از روی دانشجویان رد شده. خبرگزاری برنا این خبر رو بعدش حذف کرد، گفت تحقیقاتش نشون داده که این خبر صحت نداشته. ولی خب بعضی از دانشجویانی که اونجا حضور داشتن در گفتگو با دادستان کل که صحبت میکردن میگفتن که صحبت از این میکردن که آقای تهرانچی از روی دانشجوها رد شده. رضا خبری هنوز در دست نیست از این مسئله. پس اونجا به دادستان دارن میگن که این ماشین برخورد کرده با دانشجو. بله دقیقا این جمله رو میگن که از روی دانشجوها رد شده. رضا همدانچی هم مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد مسئله رو تکذیب کرده. تا اینجا مسئولان دانشگاه آمدن دلجویی کنن، آمدن صحبت کنن بین دانشجویان. الان صحبت از دادستان کل کشور آمده، در میان دانشجوها و مسئولان دانشگاه نیومدن. چیه داستان؟ دادستان کل کشور که اومده، ویدیوهاش هم منتشر شد. آقای منتظری فکر کنم اولین مقامی هست که اینطوری اومده و با دانشجو دیدار کرده، بهشون گفته من حرفاتون رو میشنوم، قول داده که پیگیری بکنه این مسئله رو و گفته که اون فردی که خاطی بوده حالا رسیدگی میکنیم و باهاش برخورد میکنیم. تسنیم یه خبری هم داده که آقای تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد ساعتی پیش اومده در بین دانشجوها و پس آمد یه کسی از مسئولان دانشگاه بالاخره آمد. یک فیلمی منتشر کرده که آقای تهرانچی داره با دانشجوها راه میره و به گفته تسنیم گفته داره از دانشجوها دلجویی میکنه. ولی خب دانشجو راه خیلی در جمعشون حاضر نشده، داره راه میره با در جمعشون. بله دانشجو خیلی دیروز که ما صحبت میکردیم با بعضی از کسایی که تو تجمع حاضر بودن میگفتن که یک جو خیلی عصبانی وجود داره، دانشجو خیلی ناراحت هستن از مسئولان و میخوان که حداقل مسئولان بیان و ازشون عذرخواهی بکنن و گفتن که حتما خواستار استعفای مقامهای مسئول هستن در دانشگاه آزاد. یه سری خواسته های دیگه هم مطرح کردن مبنی بر اینکه حالا مثلا اتوبوس ها رو نو بکنن. دیروز خبرگزاری فارس یک خبر کوتاهی منتشر کرد که اتوبوس ها رو نو کردن، ولی دانشجو امروز فیلم هایی که منتشر شده از آقای دیدار آقای منتظری دادستان کل بهش داشتن میگفتن که این اتوبوس ها نو نشده هنوز و اینها همش دروغ هست. از علی اکبر ولایتی رئیس امنای دانشگاه چه خبر؟ دیروز دانشجوها خواستار استعفای او شدن، نشانه ای از استعفای او هست؟ نه، نشانه از استعفای آقای ولایتی نیست. آقای ولایتی یک صحبتی هم کرده، البته یک مطلبی نوشته در اینستاگرامش و گفته که یک بازرسی تشکیل شده از طرف هیئت امنای دانشگاه آزاد و قراره که این حادثه رو بررسی بکنن و گفته که قول داده که قاطعانه برخورد بکنه با کسایی که خاطی هستن. ولی خب دانشجویان خیلی دیروز شعار دادن، امروز هم شعارهایی دادن برای آقای ولایتی و خواستار استعفا شدن. شعارها حتی تندتر هم شد، اون رو مسئول بیلیاقت هم خوندن، ولی خب هنوز خبری از استعفا نه خود آقای ولایتی. فرید خیلی ممنون از شما. فرید عاصمی همکارمون اینجا که این خبر رو با دقت دنبال کردم. رسانه های ایران منتشر نشدن آمار نرخ تورم آذر ماه امسال از طرف بانک مرکزی را کم سابقه خواندن و از اون انتقاد کردن. به طور معمول بانک مرکزی در هفته اول هر ماه نرخ تورم ماه قبل را منتشر میکنه. بعضی رسانه ها گفتن که این ماه هم بانک مرکزی برای مدتی کوتاه این آمار را منتشر کرده، اما اندکی بعد آن را از خروجیش حذف کرده. اول دی 9 روز پیش مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذر را 18% اعلام کرد که افزایش 2% بیش از 2% نسبت به ماه قبل داشته. نرخ تورم در ایران با اثر گرفته شدن تحریم های آمریکا به خصوص در ماه‌های اخیر رو به افزایش بوده. محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش ایران حضور زنان در ورزشگاه ها را حق مسلم آنها خوانده و از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته به این موضوع توجه کند. تعدادی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی پیشتر گفته بودند حضور زنان در ورزشگاه ها به شرط مهیا بودن زیرساخت های فیزیکی، فرهنگی و امنیتی باید آزاد شود. زنان ایرانی سال هاست برای رفتن به ورزشگاه ها تلاش می کنند، اما مخالفت برخی نهادها و به خصوص مراجع دینی تا کنون مانع شده. گزارش ها از تهران حاکی است که حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت استعفا کرده و چند روزی است در جلسه های هیئت دولت شرکت نمی کند.
قبلا او به کاهش بودجه سلامت در بودجه سال آینده و به خصوص عدم تخصیص بودجه برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی اعتراض کرده بود. یک گزارش میگوید او استعفایش را در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اطلاع داده، اما منابع رسمی هنوز این گزارش را تایید نکردند. رئیس مرکز ایدز ایران میگوید از 2 سال پیش روابط جنسی به اصلی ترین راه انتقال ویروس HIV در ایران تبدیل شده. پیشتر اعتیاد و استفاده از سرنگ‌های آلوده مهمترین عامل گسترش ایدز در کشور بود. مینو مهرز تأکید کرده که در میان زنان موارد ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی تا 10 برابر افزایش یافته. قبلا 97% از مبتلایان به ایدز در ایران مرد بودند، ولی حالا آمار زنان مبتلا افزایش پیدا کرده. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر. این آزمایش ساده برای تشخیص بیماری است که با شنیدن نامش رنگ از رخسار افراد میپرد. ایدز بیماری که کشورهای توسعه یافته تا حدود زیادی آن را کنترل کردند، ولی در ایران هنوز نگران کننده است. علت اصلی هم پنهان بودن مبتلایان است. مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگوید تخمین زده میشود که 66 هزار نفر در ایران ناقل ویروس HIV باشند، ولی فقط 34 هزار نفر از مبتلایان به ایدز ثبت شدند. 16 تا 17 هزار نفر از این 34 هزار مبتلا به ایدز هم تحت درمان هستند. نکته‌ای که رئیس مرکز تحقیقات ایدز بر آن تاکید کرده است این است که انتقال ویروس HIV که تا چندی پیش بیشتر از طریق سرنگ‌های آلوده اتفاق می‌افتاد، حالا بیشتر از طریق روابط جنسی صورت می‌گیرد. آمار نشان می‌دهد تعداد زنان مبتلا به ایدز از طریق روابط جنسی در 2 سال گذشته 10 برابر شده است. در این سالها چه اتفاقی در ایران افتاده که روابط جنسی را به عامل اصلی انتقال ویروس HIV تبدیل کرده؟ بخشی از پاسخ میتواند افزایش روابط جنسی خارج از ازدواج و رفتارهای پرخطر جنسی باشد که آمار مشخصی از آن وجود ندارد. اما یک چیز مشخص است: گران و کم شدن این وسیله ساده در ایران، کاندوم. همانطوری که این ماهیگیران بندر موباسا در کنیا از کاندوم برای حفاظت تلفن‌های همراهشان در مقابل خیس شدن در دریا استفاده می‌کنند، کاندوم می‌تواند به راحتی از انتقال ویروس HIV و سایر بیماری‌های آمیزشی جلوگیری کند. پیشتر کاندوم از طریق مراکز و خانه‌های بهداشت حتی در مواردی مجانی توزیع می‌شد، ولی از وقتی سرکله این پوسترها پیدا شد، کاندوم هم از چشم مسئولان ایرانی افتاد. رهبر ایران تاکید می‌کند که مخالف کنترل جمعیت است. من معتقد به کثرت جمعیتم. کاندوم هم یکی از متهمان کنترل جمعیت. کارشناسان اما می‌گویند بهترین راه جلوگیری از ابتلا به ایدز از راه روابط جنسی کاندوم است. مطمئن باشین که خودشو پاره نمی‌کنین. وسیله‌ای که حرف زدن از آن هنوز برای بعضی تابوست. این هم یک ویدیوی آموزشی استفاده از کاندوم. وسیله‌ای که ممکن است جانتان را نجات دهد. شهریار سیامی، BBC. طالبان اعلام کردند ماه آینده در جده عربستان با مقام‌های آمریکایی دیدار خواهند کرد، اما باز هم حاضر به ملاقات با نمایندگان دولت افغانستان نیستند. این نشست در ادامه دیدار 5 جانبه ابوظبی است که در آن نمایندگان آمریکا، پاکستان، عربستان، امارات متحده و طالبان حضور داشتند. در دیدار قبلی هم گروه طالبان حاضر نشد با نمایندگان دولت دیدار کند. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ماست. علی، طالبان چرا اصرار دارند که ما با دولت صحبت نمی کنیم؟ در 1 ماه و 20 روز گذشته دست کم 3 بار دولت و نمایندگان دولت افغانستان می توانستند با نمایندگان گروه طالبان بنشینند و صحبت کنند، اما هر 3 بار طالبان مخالفت کردند.
حتی گفته شده که در نشست 10 روز پیش پنجانبه ابوظبی نمایندگان دولت افغانستان حاضر بودند که به عنوان ناظر در نشست پنجانبه شرکت کنند، باز هم با مخالفت نمایندگان گروه طالبان روبرو شدند. گروه طالبان به این نظر است که دولت افغانستان دولتی دست نشانده است از طرف آمریکایی‌ها و همان گونه که حدود 18 سال پیش آمریکایی‌ها حاکمیت این گروه در بخشی گسترده از افغانستان را سرنگون کرده و از بین برده، حالا هم طرف اصلی این گروه آمریکایی‌ها است و نه دولت افغانستان. به همین خاطر همیشه بارها تاکید کرده که فقط با نمایندگان آمریکا صحبت می‌کنند در رابطه با اوضاع افغانستان و نه نمایندگان دولت افغانستان. از طرف دیگر اشتیاق و توجه دولت افغانستان به نشست رو در رو با نمایندگان طالبان خیلی زیاد بوده و اگر این کار صورت بگیرد، حالا به هر نحوی چه در آینده دور یا نزدیک، میتونه یک دستاوردی محسوب شود به عنوان آغاز مذاکرات و جدی‌تر شدن مذاکرات صلح افغانستان. این مذاکرات جدی حالا کی قرار برگزار بشه و موضوع چه خواهد بود و آیا دولت چه فکر میکنه راجع به این مذاکرات؟ گروه طالبان در اعلامیه‌شان گفتند که این دیدار در ماه جنوری سال آینده، حدود یک ماه پیش، حالا در این بازه زمانی برگزار میشه در عربستان سعودی. طرف اصلی آنها هم ایالات متحده آمریکا هست و این نشست در ادامه نشست ابوظبی برگزار میشه. طالبان در نشست ابوظبی سه موضوع آنطور که خودشان گفتن مطرح کردن. یکی این که حذف نام سران و رهبران این گروه از فهرست سیاه، آزادی زندانیان طالبان و همچنین برنامه خروج نیروهای خارجی مخصوصا آمریکایی از افغانستان. اما در برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که در این نشست‌ها موضوعات دیگری هم مطرح شده، از جمله برقراری آتش‌بس، دولت موقت و حضور نمایندگان طالبان در این دولت موقت. هم طالبان این موضوع رد کرده و هم نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح زلمه خلیلزاد. دولت افغانستان فعلا آنطور که ما می‌دانیم چندان راضی از این گفتگوها به نظر نمی‌رسد، چون که شب بعد فردای بعد از آن که آقای خلیلزاد با رئیس جمهور افغانستان و مقامات عالی رتبه این کشور دیدار کرد، فردایش دولت افغانستان شورای امنیت اعلامیه صادر کرد و به او هشدار داد. آن اعلامیه هشدار داد که چند موضوع نباید صورت بگیره. یکی اینکه هیچ گفتگوهایی نباید در رابطه با ساختار آینده دولت افغانستان بحث و گفتگو شود. علی، خیلی ممنون از شما. علی حسینی از کابل با ما بود. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میده. وعده چاره اندیشی وزیر کشور بریتانیا زیر فشار انتقاد از ناتوانی در مدیریت ورود پناهجویان به این کشور. مرکز ایدز ایران میگوید روابط جنسی به اصلی ترین راه انتقال ایدز در ایران تبدیل شده. در ادامه برنامه، سیبری پایتخت استخراج بیت کوین در روسیه. صندوق‌های رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی بنگلادش در پایان روز در حالی بسته شده که خشونت‌های انتخاباتی طی روز جان دست کم 15 نفر را گرفت. کمیسیون انتخاباتی بنگلادش به خبرگزاری رویترز گفته از سراسر کشور ادعاهای مبنی بر تقلب انتخاباتی گسترده دریافت کرده و در حال تحقیق است. روند انتخابات از ابتدا به دلیل خشونت علیه حزب مخالف مختل شده بود. انتظار می رود که شیخ حسین واجد، نخست وزیر کنونی و رهبر حزب حاکم عوامی لیگ، برای بار سوم رهبری کشور را به دست بگیرد. همکارم محمد وزیری که اخبار مربوط به جنوب آسیا را برای ما دنبال می کنه اینجا در استودیو با ماست. آقای وزیری، جزئیات از وضع انتخابات امروز چی داریم؟ معلومه که خشونت زیاد بوده، تقلب هم گسترده. دقیقاً، در واقع همونطور که اشاره کردید 15 تا کشته داده، مجروح زیاد بوده. تخلفات انتخاباتی رو وقتی به خصوص در سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی، توییتر، فیسبوک می‌بینین، دارن می‌ذارن. حتی برخی از خبرنگاران بی بی سی ساعتی قبل از اینکه رأی‌گیری با وقت محلی شروع بشه، دیدن که صندوق‌های پر از
آرا در واقع وارد برخی از حوزه های انتخاباتی شده. صندوق های پر آرا وارد شده. اینو خبرنگار بی بی سی بله در واقع بوده، ولی خب گفتن به اون به اصطلاح اینها، ولی اونها در حال حاضر کام نظری ندادن. کمیسیون انتخابات داره میگه که در واقع ما باید اینها رو بررسی بکنیم. برخی از این تخلفاتی که شده طبیعتاً خیلی خیلی مهمه که اگر احیاناً تایید بشه توسط کمیسیون انتخابات میتونه مشروعیت و اصلا این انتخابات زیر سوال بره. ناظران بین المللی ویزا بهشون دیر داده شده، مشخص نیست چه تعداد از این ناظران در حال حاضر بودن. ناظران به اصطلاح گروه های اپوزیسیون، اگر بگیم گروه های اپوزیسیونی در واقع تونستن شرکت بکنن، و اینها هم در واقع در برخی از این حوزه های انتخاباتی نبودن، و در مجموع سوالات زیادی حول و حوش این انتخابات که رأیش بسته شده هست. اگر وضع اینجوری که میگید که هست، خب این انتخابات چطور میتونه انتخاباتی مشروع باشه؟ و اگرم نباشه که ظاهرا نیست، چه باید کرد؟ در واقع اون چی که الان در حال حاضر مطرحه اینه که خانم شیخ حسین واجد میگه که من به هر حال انتخابات رو برگزار کردم، در طول این سالها تونستم کشور رو کنترل بکنم. اشاره کرده به وضعیت اقتصادی کشور. خب میگه در سالهای گذشته به اصطلاح ما داشتیم وضعیت رشد اقتصادی متوسط 7% داشتیم، برای اونایی که دنبال میکنن جنوب آسیا رو حتی بهتر بوده از پاکستان و هند، ولی به هر حال اون روی این داره به اصطلاح به یه نوعی مانور میده. ولی اگر بخوایم واقعا وارد مسائل سیاسی قضیه بشیم، در نبود به اصطلاح اپوزیسیونی که رهبرش یعنی خانم خالده ضیا توی زندانه، طبیعتاً رهبر اپوزیسیون حزب ملیگرای بنگلادش امروز در زندانه. بله. و به اضافه بعضی از رهبرانه. بله، در واقع به طور کلی پس از در چند سال گذشته به ویژه با اقدامات و تمهیداتی که دولت خانم شیخ حسین واجد انجام داده، بسیاری از گروه های اپوزیسیون و مخالف در واقع به حاشیه رانده شدن. خود رهبر حزب اصلی مخالف بی ان پی چند ماه پیش به زندان رفت به جرم فساد، البته میگه انگیزه های سیاسی داشته. احزاب جماعت اسلامی و نیروهای اسلامی اصلا به طور کل از طریق نیروهای به اصطلاح الیکشن کمیشن و انتخاباتی حذف شدن، و بنابراین به اصولا در واقع ما کسی رو به اسم اپوزیشن نداریم. خیلی ممنون از شما. محمد وزیری همکارمون اینجا در استودیو. دو عضو دست راستی دولت ائتلافی اسرائیل حزب سیاسی جدیدی راه انداختند. این کار برای جلب حمایت یهودی‌های سکولار در انتخابات بهار آینده انجام گرفته. نفتالی بنت و آیلت شاکت به خبرنگاران گفتند که حزبشان راست جدید نامیده خواهد شد و هدفش مشارکت بین رای دهندگان مذهبی و غیر مذهبی خواهد بود. حزب خانه یهودی که این دو سیاستمدار عضو اون بودن در سالهای اخیر موفق به جلب اسرائیلی‌های سکولار نشد. رسانه‌های آمریکایی میگویند شماری از روزنامه‌های این کشور به دلیل حمله سایبری با مشکل چاپ و توزیع مواجه شدند. یک منبع به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته که هدف از این حملات از کار انداختن زیرساخت‌های به ویژه سرورها بوده، نه سرقت اطلاعات. وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته از وقوع احتمالی این حمله خبر داشته. وزیر خارجه چین میگوید پکن قصد دارد برای اجرای توافق تجاری با آمریکا با این کشور همکاری کند. چین و آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 چند هفته پیش توافق کردند که روند اعمال تعرفه‌های تجاری بیشتر را متوقف کنند و از راه مذاکره راهی برای حل اختلافهایشان پیدا کنند. وزیر خارجه چین میگوید رابطه سالم به نفع هر دو کشور است. رئیس جمهوری روسیه میگوید دولتش برای مذاکره با آمریکا آمادگی دارد. در پیام تبریک سال نو میلادی ولادیمیر پوتین گفته روابط بین مسکو و واشنگتن مهمترین عامل تأمین ثبات استراتژیک و امنیت بین المللی است. آقای ترامپ و آقای پوتین در ماه ژوئیه دیدار کردند، اما دونالد ترامپ دیدار با همتای روسش را در حاشیه اجلاس سران گروه 20 لغو کرد. وقتی به تکنولوژی و پول مجازی فکر می‌کنیم، سیبری شاید آخرین جایی باشد که به ذهن بیاید.
اما این منطقه سرد و وسیع در روسیه مناسبترین شرایط را برای استخراج بیت کوین دارد. سارا راینزفورد، خبرنگار بی بی سی، به شهر ایرکوتسک در سیبری رفته و با تعدادی از کسانی که اونجا تجارت بیت کوین را انداختن صحبت کرده. Meet Marina Sergeyevna. با مارینا سرگیونا آشنا شوید. یه مادر بزرگ روس که در کلبش در سیبری بیت کوین استخراج میکنه. میگه این دستگاه ها هم صدا تولید میکنن و هم پول. مارینا پول های مجازی رو که این دستگاه استخراج میکنن نقد کرده و به حساب بازنشستگیش میریزه. دلبستگی مارینا به این دستگاه ها تعجبی نداره. با پولی که از اونا به دست آورده تمام اروپا رو گشته. مارینا سرگیونا، بکوپایتی ماینر. به هم گفتن مارینا سرگیونا، چرا ماشین استخراج نمیخری؟ منم گفتم باشه، حالا هم پشیمون نیستم. دستگاه ها بعد از 8-9 ماه پول خودش رو در آوردن. مارینا از هوای گرمی که ماشین ها تولید میکنن هم استفاده میکنه. میگه با اون لباس های شسته رو خشک میکنه یا مثل ایتالیایی ها گوجه فرنگی خشک میکنه. مارینا تنها کسی نیست که در ایرکوتس بیت کوین استخراج میکنه. در نگاه اول سیبری شاید آدم رو یاد تکنولوژی نندازه، اما شرایط اینجا برای استخراج بیت کوین عالیه، با برق ارزونی که از این رودخونه به دست میاد و سرمایی که در زمستان تا -40 درجه هم میرسه، شرایطی برای سرد نگه داشتن ماشین های استخراج آماده است. همینه که وقتی باشگاه کاراوکی یوری از رونق افتاد، همراه خانوادش به تجارت بیت کوین روی آورد. اونها از پیشگامان استخراج پول مجازی در اینجا هستن. از جمله مادر یوری، والریا. ایرکوتسک پایتخت پول مجازی روسی است. برای این کار نیازی به تخصص ندارین، چون خیلی ساده است. کامپیوترتون رو به برق و اینترنت وصل می‌کنید و تمام. مرکز استخراج والریا اینجا در مزرعه خانوادگی است. بعضی از ردیف‌ها خالیه، چون بعد از سقوط ارزش بیت کوین بعضی از مشتری‌ها دستگاه‌هاشون رو برداشتن، ولی والریا دست از رویایی که داره بر نداشته. من پولی رو می‌خوام که خودم درآورده باشم و پول زیادی هم می‌خوام. پسرم میگه یه روز ارزش بیت کوین به میلیون میرسه. اون وقت میتونم برای نوه هام پول زیادی به ارث بذارم. نقش بزرگی از یک رویا، جویندگان طلا در عصر جدید در جستجوی پول مجازی هستند. عملیاتی که رهبریش رو مادر بزرگ‌های سیبری در دست دارن. سارا رینزفورد، بی بی سی نیوز، ایرکوتسک. امروز در برنامه هشتگ شما رویدادهای مهم سال رو مرور میکنیم و از شما میپرسیم به نظرتون مهمترین رویداد سال کدام بوده. برای اینکه نظر شما رو بشنویم، از یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه میبینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفنتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @BBC شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران و 8:30 به وقت افغانستان. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. تا دقایق دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.